من چند دفعه باید بهتون بگم که از آژانس نباید مسافر بگیرین؟ خانم اینجوری که نصف هتل خالی میمونه. خب خیلی بهتر از اینه که ندونیم مسافرمون کیه. این چه حرفیه میزنین؟ همشون با مشخصات کامل و مدارک کامل شناسایی و پذیرش میشن. ببینید مسافر خودش باید با پای خودش بیاد اینجا، باهاش صحبت کنیم، ببینیمش، از نحوه برخورد و ظاهرش تشخیص بدیم که آیا قابلیت پذیرش داره یا خیر. متوجه شدی؟ الو سلام. الو سلام داداش. خوش اومدین. هواپیما همین الان نشست. تا چمدوناتونه بگیرین میگم ماشین بیاد دنبالتون. علاف نشیم اینجا داداشا. من جلو دوستان کار دارم. نه خیالت راحت باشه. من هتل هستم. خداحافظ. کامیار عزیز لطف کن ماشین هتل رو بفرست دنبال خواهرم و دوستاش. باشه چشم. عرض میکنم خدمتتون. عرض کردم کامیار عزیز، مدیر محترم، بحث رو بذارید برای بعدن. لطف کن ماشین بفرست دنبال خواهرم. چشم واسه. رسیدم بخیر. مرسی ممنون. سلام. رسید. خانم نوروزی داداشم هست؟ بله. چند لحظه صبر کنین، جلسه دارن صداشون میکنن. سلام. رسیدم بخیر. مرسی ممنون. پرواز خوب بود؟ خیلی عالی بود. مرسی ممنون. دوستامو معرفی میکنم، مریم جون، شراره جون و آلاله جون. خوشبختی. خیلی خوش آمدی. نسرین جونم که از شریکای داداشم. خوشبختم. خوش آمدی. خب تا شما یه خورده استراحت کنین، ما یه مقداری کار داریم، بعد دیگه نسرین خانم در خدمت شماست. خیلی ممنون. پس میتونیم اونجا استراحت کنین تا بعد نسرین جون بیاد. مرسی ممنون. چه داداش خوبی داری. مرسی. خوبی از خودته. ولی ببخشید که نمیتونم بگم
قابل شما رو نداره. ولی مشخصه داداش خوبی داری، تبریک میگم بهت. من که باورم نمیشه تو حالا ازدواج نکرده باشه. اینه دیگه. بس بفرمایید. چرا خوب شد زنگ زدی، گفتی با دوستت داریم یه اینجا که من بتونم اینجا رو ازتون بگیرم. اینجا در واقع تنها اتاق چهار نفری هتل، چند دونه تو اتاقتونه. مرسی، دست در نکنه، واقعا شرمنده ام. بفرمایید. آخیش چقدر خونکه. نسرین جو، من از طرف همه ازت تشکر میکنم. چرا؟ مگه بقیه خودشون نمیتونن تشکر کنن؟ باشه، من مزایتو نمیشم که خدمت شما. راحت باشه. دست درد نکنه. مرسی، لطف کردید. من برم یه دوش بگیرم. کجا؟ نوبت از این ور شروع میشه. تا کی میخوای ادامه بدی؟ فکر عاقبت کارو کردی؟ نگران نباشی، چی نمیشه. چی؟ هیچی نمیشه؟ ما که نمیتونیم سر خودمون کلا بذاریم، میتونیم؟ نه، مگه بد میگذره؟ یعنی چی؟ جا به این خوبی، غذای خوب، هوای خوب، نهار و شام خوب، بده مگه؟ ببین ناصر، من میترسم اگه یه وقت لو بریم چی؟ اگه پلیس دستگیرمون کنه؟ پلیس دستگیر کنه؟ نه، دستگیر نمی کنه. آقا ناصر، یه خورده، فقط یه خورده جدی باش، منطقی باش. وای نسترن خانم، همسر خوب و مهربانم. بابا اینقدر ناصر گفتی که همه فهمیدن. دیگه کارم از منطقی فکر کردن گذشته. یه چیزی میشه دیگه. امان از دست تو ناصر، دیگه حرص منو در آوردی تو. امان از دست خودت؟ همسر خوره چله من، این پیشنهاد خودت بود که. اصلا تو خودت هم شریک جرمی. ببخشید. سلام خانم. سلام جناب. خسته نباشید. مرسی. یه اتاق می‌خواستم. چند نفری؟ یه نفر، خودم تنها. لطف کنین فرم رو برام پر کنید. ناریزا جان. جناب، تلفن اتاق ما قطعه. میشه ازت خواهش کنم کسی رو بفرستی واسه؟ باشه، چش. ببخشید مزاحم صحبت کردنتون شدم. میخواستم در مورد اون خانم آقایی که چند وقت اومدن اینجا و جا خوش کردن با صحبت کنم. طوری شده؟ نه، طور خاصی که نشده، فقط موندن زیادیشون برام شک برانگیز شده. حرکتی کردن؟ رفتار بدی کردن؟ نه، هیچ حرکتی، هیچ رفتاری هم ازشون ندیدم، ولی فکر میکنم که برام مشکل ساز بشن شاید. فکر میکنم. خب میخوای حالا یه مدار زیر نظرشون داشته باش تا بعد ببینیم چی میشه. باشه، صحبت میکنیم فعلا. آخه این چه حرفیه تو داری میزنی خواهر من؟ دیشب من کلی با امیر حرف زدم، برای چی اذیتش میکنی؟ چه اذیتی؟ تو خودت فرستادیش اون بر تحصیلاتشو ادامه بده، حالا هنوز تموم نکرده میگی برگرد؟ یعنی شما میگی بنده 3 سال منتظر بمونم که ایشون درسشو تموم کنه، دکتراشو بگیره برگرده؟ حالا 1 سال رفته، اوکی 3 سال دیگه منتظر باش، چه اشکالی داره؟ خودت فرستادیش اونجا درس بخونه. آخه داداش شما که نمیدونی. آخه نداره. بعدم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. بعدم یادت باشه امیر شوهر بسیار بسیار خوبیه، زندگی خودتو به خاطر این برنامه‌ها به هم نریز. فهمیدی چی دارم بهت میگم؟
دست شما درد نکنه آقا شایان، خیلی شام خوشمزه‌ای بود. خواهش میکنم، قابل شماره نداشت. نوش جانتون. آقا شایان، شما متولد چه ماهی هستین؟ آبان. و چه سالی؟ 41. چطور مگه؟ منظور مریم جون اینه که شما سال ببرید، اونم آبان ببر. مردای آبانی خیلی صریح و رک و جدی و البته خیلی عاطفیه. گاهی وقتا هم شاعر میشه، ولی خب خیلی مدیر و مدبره. خب اگر اجازه میدین من از خدمتتون مرخص شم فعلا. شهرزاد جون حالا من یه چیزی گفتم دیگه، اینقدر اضافهش نکن. ای بابا باورتون نمیشه، هر چیزی که تو طالبینیش داره واقعا همه اون چیزا رو برادر من خصوصیت اخلاقیش هست. خوش به حالت تو با این داداشی که داری. بچه ها میشه بریم؟ من خیلی خستم. خب برید شما، برید. خدا یه دقیقه بشی، میخوام باهات حرف بزنم. خانوم، فکر نمی‌کنی یه خورده زیاده روی کردی؟ چی؟ آبانیند و فلانند و بمانند و هنرمندن و صریح اللهجه هستن و مگه دروغ گفتم؟ طالبینه اینو میگه. دروغ نگفتی، اما لحنت خیلی مسخره بود. مسخره بود؟ یعنی چی؟ تو طالبینیشو نمیگفتی، یه جوری حرف میزدی انگاری که میخواستی مریم درست حرف بزن. درست حرف بزن، بگو ببینم میخوای چی بگی. خودت بهتر میدونی. حرفتو بزن. ای بابا بس کنین دیگه، خسته ایم، میخوایم بریم بخوابیم. بلند شین بشین ببینم چی میخواستی بگی. ول کن تو هم دیوونه. گفتم چی میخواستی بگی؟ هیچی، میخواستم بگم زیادی رفته بودی تو نخش. میشه بس کنید امشبمونو خراب نکنین؟ چند وقته این دوستتو میشناسی؟ کدومشون؟ شراره؟ نه، منظورم آلال خانم بود. آها، آلال خانم. یه چند سالی هست میشناسمش، 4-5 سالی میشه. با هم تئاتر میبردیم رو صحنه. چطور مگه؟ میچی، همینطوری. هیچی، همینطوری؟ فکر نکنم ها. یعنی چی؟ داداش شایانم به من یاد داده که هیچ حرفی بدون دلیل و انگیزه نیست. یعنی هر حرفی یه دلیل و یه برنامه ریزی پشت سرشه. درسته؟ حالا من همینطوری یه چیزی پروندم. بازم داداش شایانم به هم یاد داده که اگر هر کسی همینجوری یه چیزی پروند، شعور فکریش زیر 3 نقطه. خیلی خوب، حق با شماست، فقط یه خورده کنجکاو شده. آها، اینو بگو داداشی. خب برات تعریف میکنم. ببین آلاله 26 سالشه، یه دونه دخترم هست. مامان باباشو چند سال پیش از دست داده، الان پیش عموش زندگی میکنه. دختر خوبیه، ازدواجم نکرده، نامزدم نداره، جون میده برای اینکه زن داداش من بشه. آبجی تون نرو، عجلم نکن. چرا؟ برای چی؟ مگه تو چته؟ خیلی از خداش باشه زن داداش من بشه. اون با من، به خدا راست میگم. یعنی چی؟ با 1 ساعت حرف زدن و دیدن؟ خب بالاخره داداشی منه دیگه. این همه سال ازدواج نکرده ولی یه دفعه عاشق شده. اونم چه جور؟ شهرزاد جون شما لطف دارید، اما فکر نمی کنی خواستگاری رسم و رسوم خاص خودشو داره؟ چشم، اونم به موقعش. فقط اگه شما اجازه بدید من و لاله با همدیگه تنها باشیم، امر شما اطاعت میشه. بریم تو اتاق. تو اتاق واسه چی؟ میخواد ببره تو اتاق مخ تو بزنه. بریم تو اتاق.
الو مریم، بیا زود بیا، اینجا خبرهایه، خوب و بعدشو نمیدونم. باشه، شما پیسو بفرستید، من میخونم خبرشو بهتون میدم. تا حالا نیده بودم آلاله تا این وقت صبح خواب بمونه. هر کی دیگه هم جای اون بود خوابش میبرد. واسه چی؟ خانم ها، تو زود خوابیدی. تا دمدمای صبح چراغ اتاقش روشن بود. اه؟ چرا؟ آیکیو، شهرزاد خانم داشت مخشو میزد. نه بابا، راست میگی؟ تو از کجا فهمیدی؟ خنگم ها، از حسودی داشتی میترکیدی. خودتو لوس نکن. به نظر تو قبول میکنه؟ چه میدونم؟ حدس بزن. تا اونجا که من الان رو میشناسم نه. مطمئنی؟ راستشو بگم؟ آره. نه. بهزاد بود؟ آره. چرا تو فکر رفتی؟ بار اولش نیست مزاحمت میشه. اسمس داده اومده کیش؟ اون از کجا فهمیده ما اومدیم اینجا؟ بهزاد دیگه بو میکشه. حالا میخوای چیکار کنی؟ اتفاقا خوب شد اومد. همینجا سنگامو باش وا میکنم. پسر یه پر رو عشقی یه طرفه نمیشه. ناراحت نشو، باش حرف بزن. خودم میدونم باش چیکار کنم. سلام. خوبی؟ پس آلاله کو؟ خودت که بهتر میدونی، دیشب تا صبح بیدار بوده، الانم که خوابیده. خواب؟ عروس خانم که نامه بخوابه. میبینم اتون. آلاله جون، داداش من انقدر پسر گلیه، سرش همش تو لاک خودشه. آخه تو تعریف نکنی کی؟ نه باور کن، نمیخوام دروغ بگم. نه اینکه داداشمه ها، بالاخره منم یه دخترم. اگه اون ضعفی داشته باشه، دلم نمیخواد دختر دیگه یا بدبخت کنم. خب این خیلی عقیده قشنگیه، ولی فکر نمیکنی یه مقدار سن داداشت؟ آخه تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ اون آدم پخته ایه، مرد زندگیه. یه سوالی بپرسم. بگو. چرا تا حالا ازدواج نکرده؟ خب ببین، از وقتی که پدر مادر من فوت شدن، داداشم تمام تلاشش رو میکرد به خاطر اینکه یه زندگی مناسب و خوبی برای من درست کنه. همیشه هم عقیدش بر این بود که تا من ازدواج نکنم، ازدواج نمیکنه. خودت هم که میدونی من پارسال ازدواج کردم. یه خورده بذار بیشتر فکر کنم. آره؟ حتما بهش فکر کن. تا کی میخوای جواب ندی؟ واسه چی اومدی اینجا؟ گوش کن ببین چی میگم. جواب سوال منو بده، برای چی اومدی اینجا؟ اومدم تفریح. هر جا من میرم تو هم باید بیای، حتی اون هتلی که من میرم. من از کجا میدونستم که تو اینجا یا توی این هتل؟ به شعور من توهین نکن بهزاد. مشکلی پیش اومده خانم؟ به شما ربطی نداره. فکر کنم شما مزاحم خانم شده، پس به من ربط داره. قربان. گفتم به شما ربط نداره، مسئله شخصیه. اجازه بدین خانم بفرمایه، من مزاحم نمیشم. برو ببینیم بابا. یکی نیست به ما بگه سر پیازی، ته پیازی، گل پیازی، باغچه پیازی. چیه؟ درست شنیدم؟ چیو؟ همین موضوع خواستگاری از این دختره غربتی رو. شما مطمئن غربتیه؟ ما
من نمیدونم، شهرزاد میگفتش که وضع مالی خوبی نداره و معلوم نیست که خانواده‌اش کیانه. این حرفا. آها، متوجه شدم. یعنی این که از نظر شما هر کسی وضع مالی خوبی نداره بایستی غربتی باشه. صفصته نکن شایان. مطمئنی کار درستی داری انجام میدی. چه کاری؟ همین خواستگاری از این دخترت. اسمش چی بود؟ آلاله. آلاله. تو واقعا ازش خواستگاری کردی؟ خب یه جورایی بله. مشکلیه؟ نه مشکلی که نیست، ولی عجیبه. نه به اون همه سال که ازدواج نمی کردی و کسی انتخاب نمی کردی، نه به این که با یه نگاه. درسته که این همه سال ازدواج نکردم، اما شناختم از آدم ها زیاد شده. یعنی میخوای بگی که میدونی که داری چی کار انجام میدی. خب بله. ببین شایان، من شریکتم. این همه سال مثل خواهرت کنارت بودم. من و امیر شوهرم واقعا دوستت داریم و منتظر همچین روزی بودیم. ولی امیدوارم که انتخابت انتخاب درستی باشه. همین. شما مطمئن باش. I'm sorry.
هستی آسمون انگاری آفتابی تره دلم از این رویای خوب ترسم اما بپره. بالاخره نگفتی چی گفت؟ چی گفت؟ آقا شایان یه دالاش معیاراش واسه زن زندگی چی بود؟ چه میدونم یه چیزی گفت دیگه یادم نمیاد. مگه میشه؟ صبر کن، یعنی که ما فضولی نکنیم، به ما ربطی نداره. آره یعنی به ما مربوط نیست. پس جوابت هم مثبته ها؟ چرا این حرفو میزنی؟ واسه اینکه نگرانی تو چشات موج میزنه. نگرانم. ولی هنوز جواب قطعی ندادم. چرا؟ به خاطر اینکه مطمئن نیستم. از چی مطمئن نیستی؟ از اینکه نتونه خوشبختت کنه؟ شایدم برعکس. یعنی چی؟ یعنی که یه آدم زلال و زشت کشیدهی به نظرم رسید. میترسم نتونم خوشبختش کنم. یه بیا کی میره این همه را؟ سلام. چیه به هم ریخته ای؟ من؟ نه. چیزی شده؟ نه. فقط سر گرفتن تصمیم مرددم. مردد؟ بله. منظورت آقا شایانه؟ بله. اما دیشب که شما نامزدیتون رو اعلام کردید. دیشب شهرزاد شلوغش کرد وگرنه من که هنوز جواب قطعی بهشون ندادم. گرچه چی؟ تای دلتون راضیه نه؟ نمیدونم یه جورایی دلشوره دارم. میترسم که یه فاصله هایی بین اون باشه که من تا حالا بهشون فکر نکرده باشم. فاصله؟ مثل چی؟ تفاوت سنیتون؟ آره سنش خیلی بالاست. نه اتفاقا به تنها چیزی که فکر نمی کنم سنشه. خیلی چیزای مهم دیگه ای هم هستن. راستش محل هنرم. عاشق نقاشی و موسیقی و تئاتر و بازیگری و اینجور چیزام. ولی آقا شایان همش سرش تو حساب کتابه و اهل ساخت و ساز و نمیدونم مهندسه دیگه. ولی البته یه سری چیزای مشترک داریم با هم. ولی تفاوتام فکر می کنم زیاد داشته باشیم. این تفاوت نگران کننده نیست؟ نگاه ما به خیلی از مسائل ممکنه که مشترک باشه. ولی یه چیزایی هم هست تو زندگی پیش میاد که به هر حال ممکنه باعث اختلاف بشه. یه جایی خوندم یه فیلسوفی نوشته بود ازدواج مثل یه نمایشنامه میمونه که باید خوب بخونیش، خوب بفهمیش و خوب اجراش کنی. سلام. کجا؟ آقا مهدادم مثل من اهل هنرم. ازم دعوت کردم برم غار تنهایی نقاشیشون رو ببینم. چه جاله؟ غار تنهایی. آها این کلبه ساده رو میگی؟ بله. اتفاقا منم ندیدم بعدم نمیاد ببینم. تشریفی قربان خیلی هم خوشحال میشیم. حتما. کامیار جان یه سری به آشپزخونه میزنی؟ حتما بدون چشم. بفرمایید.
چقدر اینجا قشنگه. همه این نقاشی ها رو خودتون کشیدین؟ بله همه رو خودم کشیدم. چه گلای قشنگی. ببخشید معذرت میخوام، اینا چیدنی نیست. بریم. بریم، موفق باشیم. چیزی ناراحتت کرده؟ نه. چطور؟ دماغی؟ نه نه، یه خورده خستم. ولی من فکر کنم این مقدار نگرانی. نگران؟ نگران چی؟ بیا اینجا. نمیدونم، اما نگرانی. نگران فردا. نگران اینکه من چه جور آدمی هستم. آیا میتونم تو رو خوشبخت کنم؟ آیا من مرد مناسبی برای تو هستم یا نه؟ عجله نکنین. ما باید بیشتر همدیگر رو بشناسیم. من رو پیشنهاد شما فکر کردم. روز به روزم بیشتر دارم مصمم میشم. اما خب اما هنوز جواب قطعی به من ندادید. مشکل خودمم. من به شما اعتماد دارم. میدونم که شما مرد خوب و اهل زندگی هستین. اما من باید از خودم مطمئن بشم. میخوام بدونم که آیا برای شروع یه زندگی دو نفره آمادگیشو دارم یا نه. آخه وقتی زندگی شروع میشه کار و خونه و آشپزی و بچه داری و هزار و یه دغدغه دیگه هست. اینا که فکر کردن نداره. زندگی شیرینیش به همین چیزاست. باشه، رو پیشنهاد شما فکر میکنم. فقط به هم یه خورده وقت بدین. بسیار خوب. چیه؟ میترسم. ازدواج مثل هندونه است. وقتی میشکنیش تازه میفهمی سفیده یا قرمز، شیرینه یا بیمزه. ما که اینجا بهترین غذا رو داریم که. اگه میشه اونجا نه. چه اشکالی داره؟ آخه اونجا همه شما رو میشناسن، بعد یه جوری نگاه میکنن که من معذب میشم. باشه باشه، هر جا که شما بگی. ممنون، پس من بهتون خبر میدم. باشه، پس من منتظر تماستونم. خداحافظ. آقا شایان بود؟ آره. چی میگفت؟ دعوتت کرد؟ میگه شب بیا بریم رستوران واسه شام. خب؟ خب چی؟ میری؟ نمیدونم. حالا بذار برم فکر کنم تو اتاق ببینم چی کار میکنم. شرط می‌بندم میره. Thank you.
خیلی ممنون از بابت همه چی. شب خیلی خوبی بود. بهم خیلی هم خوش گذشت. به منم خیلی خوش گذشت. امیدوارم که به حرفام بیشتر فکر کنی. حتما. شما هم فکر کنی. حتما. شبتون بخیر. شب شما بخیر. بهزاد، بهت میگم برو برو. یعنی چی برو؟ با من باهات حرف دارم. حرف داری؟ از تهران افتادی پی من هر جا میرم سایه به سایه دنبالمی. خسته شدم از دستت. چرا لج میکنی؟ یه دقیقه به حرفام گوش بده. بهزاد، من اعصاب ندارم و جیغ میزنم و آخه چی میگه؟ هیچی بابا، این کنه باز گیر داده. چی ازت میخواد؟ گفتم که عاشق پیش است. بیا بریم تو، حوصله‌شو ندارم. بریم. حبیبی اتنی مفتا غرفه. حبیبی غرفه بکن. غرفه سبامه یه سیتا. جی غرفه. فطور سا کم؟ سا سبا اونو سبیمه. لازم تا سا سبا خبرانا. ایوه مافی مشکل عبی. شکرا. خواسته نباشی. خواهش میکنم بفرم. کلید اتاق 6 تا 1 رو میخوام. آخ کلید اتاق 6 تا 1 نیست. یعنی چی نیست؟ نیست آقا. باید همونجا باشه. نیست آقا. پیش خودم آقا. تو مثل که واقعا باورت شده. چی رو؟ عشق عاشقی رو. ببخشید آقا، منظورتون رو نمیفهمم. منظور منو میفهمی؟ آقا شایان، میشه یه واضح تر حرف بزنید؟ واقعا عاشق شدی؟ آره. تو اینجایی؟ یه دقیقه بیا بیرون، کارت دارم. باش. اگه چوب بزن یاد بگیری. سلام. سلام. بعد از اینکه شما رفتید احساس کردم این گلا فقط شایسته شماست. ممنون. در ضمن نقاشیتونم خیلی قشنگه. شما لطف دارین. خوشحال میشم اگه کمک خواستین بهتون مشورت بدم. میبینم اتون. این کارا یعنی چی؟ کدوم کارا؟ اینکه دست گل میاری، اینکه عقار تنهاییت میای بیرون، اینکه تو کار مردم سرک میکشی، اینکه شیطنت میکنی. شیطنت کدوم خانم؟ من فقط چند تا شاخه گل آوردم براش، خواستم تحسینش کنم. که چی بشه؟ هیچی. اون اومد تو غار تنهایی من، از نقاشی های من تعریف کرد. منم اومدم هم ازش تشکر کنم، همین که بهش بگم خودش هم هنرمند قابلیه. اشکالی داره؟ اگه فقط این باشه اشکالی نداره. اما چی؟ میدونی که برادر من ازش خواستگاری کرده. بله میدونم. میدونی که آلاله تقریبا جواب مثبت داده. میدونم. تقریبا. اینم میدونی که تا چند وقت دیگه احتمالا عروسیشونه. احتمالا. خب. خب. پس برای چی تو زندگیشون سرک میکشی؟ خانم من زندگی خودم رو دارم. غار تنهایی خودم رو دارم. خداحافظ. پسره پررو مگه کار بدی کرد؟ چی؟
چی میگی تو؟ چی میگم؟ چی کار کردم؟ ابراز عشق کردم، حسی نشون دادم. چته شهرزاد جان؟ تو رفته بودی تو خرابه اون؟ بله. برای چی؟ چرا آلاله؟ دعوتم کرد، منم رفتم. رفتی؟ آلاله تو؟ تنها نبودم، آقا شایانم با هم بود. در ضمن اونجا اصلا خرابه نیست، خیلی هم جای قشنگیه. بچه ها من الان برمیگردم. فکر کنم طرف حسابی رفته تو نخش، نکنه مخشو بزنه. کی؟ ده همین پسره رو میگم دیگه، خواننده مهرداد. نه بابا، فکر نکنم. فکر نکنی؟ پس این گل آوردن و تقدیم به شما و این چرت و پرتا چیه؟ آلاله پخته تر از این حرف هاست که بخواد گول این چیزا رو بخوره. امیدوارم عزیز دلم، اما دله، کاریش نمیشه کرد. یه لحظه ممکنه این ور بپره، یه لحظه ممکنه اون ور. بچه من الان میام. اه تو دیگه کجا؟ کار دارم، زود برمیگردم. این شهرزادم پیله یا؟ چطور مگه؟ نفهمیدی؟ بعدم بهت میگم. سلام. سلام. با من کاری داشتین؟ نه. یعنی آره. بفرمایید تو. نه مرسی، همینجا خوبه. معلومه که حرف داریم. خب بیایید تو با هم صحبت کنیم. راستش من بلد نیستم مثل بعضی تو زندگی و غار تنهایی آدمو سرک بکشم. اوه خوبه، خوبه. مطلقم که بلدید بگید. مطلق نیست، واقعیته. خب. خب چی؟ گفتید حرف دارید، من اینجام که بشنوم. شما چتونه؟ چمه؟ هیچ. من که دلیل این رفتارتون رو نمیفهمم. مسخره میکنید خانم؟ چرا برام گل آوردین؟ شما اومدید تو غار تنهایی من، از نقاشیام تعریف کردید. منم خواستم یه جورایی تشکر کنم. این که نیازی به گل آوردن نداشت. آها، منظورتون این که چرا بی دعوت اومدم؟ خب فکر کردم شما یادتون رفته دعوتم کنی. از گلام خوشتون اومد؟ لطفاً مزه نریزین. مزه نمیریزم. فکر کردم اگه بشه بیشتر همدیگر رو ببینیم، در مورد نقاشی بیشتر صحبت میکنیم. خب اون موقع باید یه جورایی با دلم کنار بیام ببینم چی میگه. دلتون؟ آره دلم. دل دیگه یهو هوایی میشه، کارش هم نمیشه که، هر جورم دوست داشته باشه میپره. فقط مواظب باشین زیادی هوایی نشه که با سر بخورین زمین. چطور؟ من قراره با شایان ازدواج کنم. قراره؟ آها قراره. بله قراره. مشکلی دارین؟ چشماتون چیز دیگه میگه. چشماتون با هم حرف میزنه. وقتی که به من نگاه میکنین دلتون میلرزه. پس به خاطر همین فکر نمیکنم هنوز جواب قطعی به شایان داده باشید. درست میگم؟ از کجا میدونی؟ بعضی وقتا آدما چشاشون یه چیزایی میگن که زبونشون نمیتونه بگه. از این به بعد بیشتر دقت کنی. تو چشام هم میتونی بخونی که من به زودی با شایان ازدواج میکنم. میتونی برای غار تنهاییت هم یکی دیگر رو انتخاب کنی. چشات که نگفت هیچ، صدات هم داشت میلرزید. خوشم اومد. رود کم شد آقا پسر.
راستی بچه ها، امشب باید حسابی شیکوپی کنین ها. چه خبره؟ یه خبرهای خوب خوب. البته ممکنه که واسه یه نفر خیلی خوب نباشه. بالاخره خوبه یا بده؟ هر دوتاش. جون بکن ببینم چی شده. به قول خودت بعدن میگم. موضوع چیه؟ چه میدونم. تنها نشستی؟ من همیشه تنها. پس شوهرت؟ تو خیالات خودش گم. ازش راضی هستی؟ من شوهرم دوست دارم. پس چی؟ بمان. شهرزاد جون، من می‌خواستم یه مطلب خیلی مهمی رو بهت بگم. آره، از همینجا، نم با صدای بلند. درسته؟ نه، من نمیتونم جواب همچین شخص محترم و مهربون و خوبی رو نه بگم. من با آقا شایان ازدواج میکنم. و از این آقای خواننده میخوام که به این مناسبت یه آهنگ خوب برامون بخونه. میشه این بازی رو تموم کنی؟ تمومش کنی؟ معلومه که نمیشه. تازه داره به جاهای خوب خوبش میرسه. نشنیدید چی گفت؟ بس نیست؟ کوتاه بیاین. نمیتونم. من دیگه نیستم. نمیشه که جا بزنی. مگه ما حرف نزدیم با هم دیگه؟ کارتو بکن. پولتم که گرفتی کامل. پولتونم پس میدم. گفتم که من نیستم. عجب. پولم پس میدی؟ پس چجوری میخوای معروف شی؟ مگه من بهت قول ندادم؟ نگفتم برات کاست میزنم آقا؟ گوره بابای هرچی پول و کاست و شهرته. من دیگه نیستم. نیستی؟ خوبم هستی. اتفاقا هستی. این کار قشنگی نیست خانم، نامردیه. کدوم نامردی؟ چرا پرت و پلا میگی تو؟ چته؟ این که با احساسی دختر بازی کنی نامردی نیست؟ اصلا من نیستم. ببین، قرار شما فقط چند روز سر راهی سبز بشین، همین. بس خودم هم دلیل دارم. اون وقت چی بشه؟ که یه جورایی به تو علاقمند بشه. بعدش دیگه به خودشون مربوطه. چیکار دارم؟ دوستش داری؟ چی؟ آقا شایانو میگم، دوستش داری؟ خیلی. اینه داداشمه.
بیشتر از اینم فضولی نکن. تو پولتو بگیر. انقدر پول نکن خانم. انقدرم که فهم میکنی ارزون نیستم. منم نگفتم شما ارزونی، ولی این پولی که داری میگیری همچین پول کمی هم نیست. قشنگ میتونی آلبومتو باشم کنی. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خیلی خری، احمقی، پخمه بیشور. واسه چی؟ دیوونه، این همه سال میخواستی خواننده بشی؟ نتونستی. چرا؟ چون پول نداشتی. حالا که پول اومده دم خونت، در میزنه؟ پسش میزنی؟ خب بزنه. دلیل نمیشه که من قبول کنم. دلیل نمیشه؟ خره، من نمیخواستی آلبوم بزنی؟ خب آره، اما نه به هر قیمتی. قیمت کدومه پسر؟ این حرفا رو بریز دور. تو کارتو بکن. به خیر و شر چی کار داری؟ نه نمیتونی. این دختر خیلی معصومه، خیلی مهربونه، گناه داره. وقتی میبینمش دست و دلم میلرزه. میفهمی؟ دست و دلت میلرزه؟ بمیرم برات. پس بگو عاشق شدی دیگه. خاک بر سرت. خاک بر سر خودت. تو اصلا من میشناسی؟ میدونی من کیم؟ میدونی چه آرزوهایی دارم؟ فکر کردی پول و رفاه و خوشگذرونی ایدئال منه؟ درست ظاهرم آرومه، ولی درونم قوقایی به پاست. تو میدونی تنهایی یعنی چی؟ من دیگه نمیخوام تنها باشم. میخوام تنهاییمو با یکی قسمت کنم. کسی که عاشقم باشه و عاشقش باشم. خدایا کمک کن راه درست رو انتخاب کنم. خواهی بیای بریم؟ خیلی اینجا قشنگه. از کار دیشب تو قشنگتر نیست. داشتم سکته میکردم وقتی جواب نه رو شنیدم. خیلی باحال بود. همه رو داشتی شوکه میکردی، مخصوصا طرفو. طرف؟ مهدادو میگم دیگه. تو نگاش نمیکردی، کارت میزدی خونش در نمیومد. بیچاره، خیلی دلم براش سوخت. حقش بود. اونم دل داره، شاید واقعا عاشق شده. نباید سرزنشش کرد. عاشق شده؟ اون اصلا میدونه عشقو چجوری مینویسن؟ ولش کنین دیگه. حالا که هرچی بود تموم شد. یعنی امیدوارم تموم شده باشه. بریم. خانم آقایون یه لحظه به من توجه بکنید. من در تمام طول زندگیم هیچ وقتی نفهمیدم زندگی یعنی چی. بعد تا این که تازگی ها فهمیدم زندگی یعنی چی. زندگی پر از زیبایی هست که من نمیدونستم. تازه فهمیدم زندگی چقدر زیباست. زندگی رو حالا دیگه خیلی دوست دارم. اینا همه به لطف یک زن و همسر خیلی خوب و مهربانه. امیدوارم همه تون زن خوب و مهربان بگیرید تا بفهمید که من میخوام چی بگم. اینه که من همه چی رو مدیون این همسرم هستم. میخوام بگم من همسرمو خیلی دوست دارم. زندگی، طبیعت، همه چی رو دوست دارم. تو چی داری میگی؟ بس دیگه بشین. خوش اومدین. به خصوص شما عروس خانم. ممنون. چی میل دارین؟ چی دارید؟ تخم مرغ، آبپز، نیمرو، کره و عسل و مربا. وای نه، دوست ندارم.
خامه و سرشیر هم داریم. آره اینو هست. آقا این پسر کجاست؟ رفت. چی؟ مرداد از امروز کافی شاپ رو تحویل گرفته. بهتر کمتر میبینیمش. پس کی بخونه؟ مجبورم خودم براتون بخونم. خودتون؟ نگران نباشین، یه تحصیدهایی داره، آزارتون نمیده. خب بخونید. اجازه میدین؟ ای خدا آه ای خدا، از توی آسمونا گوش بده به درد من، که میخوام حرف بزنم. خوب بود؟ بد نبود. راستی اسم شما چیه؟ من نادر کامیار هستم. بهتون پیشنهاد میکنم اگر قراره به صورت حرفه‌ای خوانندگی بکنید، اسم هنریتون رو کامیار انتخاب بکنید. باشه حتما. در ضمن من مدیر داخلی هتل هستم، ولی اینجا موقتا فعلا در رستوران کار میکنم. با اجازت. خودمونیم. صدای این آقا نادرم بدک نیستا. هرچیه بهتر از اون مهرداد است. حالا این بابا یه غلطی کرد، تو دیگه اینقدر پشت سرش بد نگو. بد نمیگم، واقعیته، بی ادبه. حالا خوشبختانه دیگه تموم شد، فکر نمی کنم ببینیمشا. بچه من یه فکری دارم. چه فکری؟ بریم بهتون بگم. نه بابا، این پسره واسه خودش یه پا هنرمنده. آره، انگار یه چیزای حالیشه. آلاله بیا بریم. میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بفرمایید. اگه ممکنه بریم توی کافه شاپ بشینیم. خواهش میکنم.
خب بفرمایید. میخواستم اگه بشه از شما کمک بگیرم. کمک؟ حتما میدونید که من شراره رو خیلی دوست دارم. آره میدونم، ولی میدونم که شراره اصلا دوستت نداره. دروغ میگه. چی؟ تو چشاش میخونم که منو دوست داره. وقتی بهم نگاه میکنه دست و دلش میلرزه. ته دلش منو میخواد. چشماتون چیز دیگه میگه. چشماتون با هم حرف میزنه. وقتی که به من نگاه میکنین دلتون میلرزه. از به خاطر همین فکر نمیکنم هنوز جواب قتل شایان داده باشید. درست میگم؟ حواستون با منه آلاله خانم. آلاله خانم. هیچی. ببخشید. پس چرا میگه اصلا دوستت نداره؟ خودش به من گفت که من از همه جهت مرد ایدئالشم. جز یه چیز. چه چیزی؟ وضعیت مالیم زیاد خوب نیست. شراره میگه وقتی که پول نباشه هیچ چیزی به درد نمیخوره. سلام. شهستا جون دوستم. عموم هستم. خوشوقتم از زیارتون. منم همچنین. خسته نباشید. خیلی ممنون. ببخشید شهستاتون؟ خواهر آقا شایان هم دیگه. آها بسته فرمی خواهر هستن. وای نه آلاله جون عزیز منه. ببخشید شادومات؟ میاد خدمتتون. نسرین جون عموی آلاله جونن. بله سلام. بله سلام، خوب هستین، خیلی خوش اومدین قربان شما. بفرمایید تشریف داشته باشین تا اتاقتون مشخص. دکترم بفرمایید. آقا کامیار خواهش می‌کنم. چی دیگه اینجوری شد که تو زندگی به بن‌بست رسیدم؟ بعد دیگه ناامید شدم، می‌خواستم خودم بکشم. یه وقت می‌خواستم خودم بکشم، قضیه لو رفت. وقتی فهمید داد بیداد که من بدون تو چیکار کنم دیگه، چه جوری زندگی کنم؟ هیچ کسی رو تو زندگی ندارم. خلاصه اونم به بن‌بست رسید، از زندگی ناامید شد. بعد گفت منم می‌خوام خودم باهات بکشم. یه وقتی دیدیم هر دو تامون می‌خوام خودمون رو بکشیم، یه پیشنهاد خیلی خوبی کرد. گفت بیا بریم یک هفته اشغال کنیم، بگردیم دنیا رو، خوب زندگی کنیم، بعد خودمون رو بکشیم. اینجوری شد که نشستیم فکر کردیم، بعد اینجوری انتخاب کردیم اومدیم اینجا پیش شما. بعد اینجا که یه هفته بودیم خیلی هم بهمون خوش گذشت، همه چی هم خیلی خوب بود، تا اینکه بخوام بریم تو دریا خودمون رو بکشیم پشیمون شدیم. دیدیم از زندگی لذت میبریم، زندگی خیلی خوبه، به زندگی برگشتیم، دیدیم زندگی خوبی داریم. بعد حالا موندیم سر دورایی، نمیدونیم حالا با این همه کلی بدهی به شما خودمون رو بدهکار خودکشی کنیم یا با شما تصفیه حساب کنیم بریم تهران سر خونه زندگیمون که پولم نداریم بهتون بدیم. اشرف سرنوشتی کجای حرفم خنده دار بود خانم؟ نه با نمک بود. حالا میخوای با ما چیکار کنی؟ میخوای ما رو تحویل پلیس بدی؟ پلیس که نه، فقط ازتون یه سوال دارم. شما واقعا به زندگی برگشتین؟ آره من زندگی رو دوست دارم. شما چطور؟ منم دوست دارم. چقدر خوب. من یه پیشنهاد دارم. شما یه هفته است که مهمون ما هستین تو این هتل و اقامت دارین. یه هفته دیگه هم میتونین اینجا باشین، در واقع با هزینه ما و در واقع مهمون هتل باشین به یه شرط. نه منم یه شرط دارم. شما شرط داری؟ بفرمایید. خب ما اینجا هستیم، میریم بیرون، میگردیم، میریم دریا، میریم خرید، استخر. پول نداریم که چیکار کنیم؟ اشکال نداره، اونم با هزینه هتل اشکال نداره، مهمون ما باشین. اما شرط من اینه که دیگه هیچ وقت از این هوسا به سرتون نزنه. خودکشی متکشی نزنه. نه باشه. نه دیگه ما به زندگی برگشتیم دیگه. برگشتین. چشم. خیلی خب. پس این کلید در خدمت شما. برین خوش باشین. داستان دیگه ای نداری؟ نه. نه. تمام. خوش باشین با اجازتون. میگم حالا امشب جشن میگیریم، یه چلمایی دوبل بکنیم. ناصر این چه حرفیه؟ این خانم یه لطفی در حقمون کرد.
نمایی سو استفاده کنین که. خب یه پرس که میتونیم بخوریم. ای زشته ای. خجالت بکش. آره یه پرس بگیریم دو نفری با هم بخوریم. بخوریم. ببخشید شاید بستگان آقا شایان هستین؟ از بستگان که نه. نسرین جون شریک شایانه و زن داداشم. پس آقا شایان برادرم داشت و ما نمیدونستیم. برادر که نه، همسر من با شایان از بچگی با همدیگه هم کلاس بودن، بعد اینجا رو یه جورایی با همدیگه راه انداختن. پس بفرمین همسر شما اینجا مشغول فعالیت هستن؟ خیر ایشون اینجا نیستن، همسر من بازرگانن، هی میرن و میان تو سفرن، الان یه دو هفته هم هست که آلمانن. چه خوب. چیزه بگذاریم از این حرفا. ببخشید جسارت میکنم عمو جان، میخواستم بگم که برادر من خیلی جدیه، یکم هم زود رنجه. آلاله بهتون گفتش که زیاد سخت نگیرید؟ خانم چیچیری سخت نگیرم؟ من میخوام دخترم ایشون بدم، واقعا که خارشوهر هست اینا. نه عمو جان اصلا شما ناراحت نشین، شهرزاد جون اتفاقا خیلی هم مهربون، الان فکر کنم سوء تفاهم پیش بیاد، من عذرخواهی میکنم. ببخشید من اومدم اینجا با آقا شایان صحبت کنم، محبت بفرمایید بگید من اینجا نشستم منتظرشون هستم. باشه الان میگم خودشون بیان. بله من فکر میکنم که حدوداً 6 ساله که در این هتل کار میکنم، شاید هم یه خورده بیشتر. ببخشید میتونی برای من توضیح بدی که چقدر آقای شایان رو میشناسین؟ با کمال میل من ایشونو کاملا میشناسم، خیلی خوب، خیلی زیاد. چه جور آدمیه؟ میشه بهش تکیه کرد؟ من متوجه منظور شما نشدم، اگر ممکنه یه مقداری بیشتر برای من توضیح بدید. این سوالای من مال کار امر خیره. مرد زندگی هست یا نه؟ آها انشالله که مبارکه. آقا شایان بسیار مرد محترم، موقر، با شخصیت و جنتلمنیه. عمو جون خیلی ممنون. امرگی بود در خدمت هست. جانم عمو جون فکر نمی‌کنین که این کار درستی نبود؟ چه کاری؟ همین این سوال و جوابا دیگه. دخترم اگر من سوال میکنم به خاطر خوشبختی توه، به خاطر سعادت توه. دست شما درد نکنه، اما آخه این آقای کارمند آقا شایان بود. خیلی خوب چش دیگه سوال نمیکنم، البته اون چیزی که میخواستم دستگیرم شد. دست شما درد نکنه. حالا میخواییم به این تو اتاقتون استفاده کنیم؟ نه نه با اجازه شما میرم یه کاپ شای چای بخورم. باشه. من خیلی حرفا دارم که بگم، اما تو هیچ وقت به من فرصت ندادی. من که من حرفاتو میدونم، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که من و بهزاد با هم تفاهم نداریم. از کجا میدونی؟ چرا اینقدر مطمئنی؟ تو تا حالا اصلا به حرفای من گوش دادی؟ ازدواج کردن که فقط حرف زدن نیست، من معیارایی دارم که. آره میدونم معیارای تو فقط پول و ثروته. چرا که نه شراره جون، پول که خوشبختی نمیاره. شما وقتی خودتون کار کنین و تلاش کنین، با تلاشتون به اون چیزایی که میخواین برسین، میدونین چقدر چیزی که به دست میارین ارزشمنده؟ آقا جون من به چه زبونی بهت بگم نمیخوام باهات ازدواج کنم؟ تو یه بار به حرفای من گوش کن، اگه قانع نشدی من برای همیشه از زندگی دور میشم. خب بگو میشنوم. اینجا نه، پاشین بریم با هم دیگه قدم بزنین، سنگاتون رو وابکنی. چه عروس نازی، چقدر مهربون. خوبی؟ شما؟ من سرآشپز هتلم. خوب؟ خوب به جمالتون. با من چی کار داری؟ آها آقا شایان، صاحب هتل میگم، به من دستور فرمودن که بیام از شما دستور بگیرم چه غذایی برای مراسم نامزدی قشنگتون درست کنم. شما بفرمایید. حالا من بعد چی بگم؟ غذا چی درست کنم؟ چه غذاهایی؟ هر چی خودتون دلتون میخواد، چرا از من میپرسی؟ هر چی خودم دلم میخواد. خب قیمه که نمیشه، جوجه کباب، قفقازی، کشک بادنجون، ای بد نیست. قدیمایی، مای مسما، گرگانی ها، میدونم چی درست کنم. با کجا؟ دارم میره جای کار دارم.
مگه قرار نیست الان عمود بیاد با آقا شایان صحبت کنه؟ چرا؟ تو نباید باشی؟ خب اونا دوتا خودشون میدونن دیگه، با هم صحبت میکنن. حالا میام. چی شد؟ نمیدونم. کجا رفت؟ چه میدونم؟ چه تو هم درست حرف بزن، کجا رفت؟ سلام عمو. سلام. ببخشید بچه ها، آلاله رو ندیدین؟ چرا عمو، رفت یه جای کار داشت، گفت برمیگرده. نگو کجا میرم؟ گفته شما با آقا شما صحبت کنید، خودشو میرسونه. شما تشریف داشته باشید، بفرمایید. خیلی ممنون. سلام. سلام. چیزی شده؟ نه. یعنی آره. بالاخره آره یا نه؟ امروز با بچه ها رفتیم غار تنهایی شما. جدی؟ البته من تو نرفتم. خب گفتم که من نرفتم تو، ولی بچه ها یه خورده شیطونی کردن. لابد اومدید به خاطر فضولی دوستاتون معذرت خواهی کنید، درسته؟ بله. معذرت خواهی لازم نیست، شما یه گفتید تو نرفتیم. به هر حال ببخشید. گفتم که عیبی نداره. خداحافظ. خدا نگهدار. یه چیز دیگه، تابلوتونم دیدم. یه تابلو دم در بود، همون که از چهره من کشیده بودین. شعرتونم خیلی قشنگ بود. میخواستم بگم که هیچی نگین، بذارید دیگه من بگم. گوش میدم. اینا همش بازی بود. بازی؟ آره، یا بازی مسخره. من گاهی وقتا هوس میکنم سر به سر دخترهایی بذارم که خیلی مغرورن. فکر میکنم شما هم 21 یا شاید هم 22 باشی. بی خیال، برو ازدواج کن، برو دنبال خوشبختیت. جدی میگم، عشق و عاشقی چیه؟ ازدواج کدومه؟ اینا همش برای من مسخره است. من فقط بلدم سر به سر دخترها بذارم و بس. برحال اصل ماجرا اینه که آلاله موافقت کرده و من نمیتونم اعتراض داشته باشم. ببینید آقای شایان، من شما رو نمیشناسم، نمیدونم چقدر میتونم به شما اطمینان داشته باشم. موقعیت من از لحاظ شغلی و مالی کاملا مشخصه. خودم زحمت کشیدم، درس خوندم تا به اینجا رسیدم. اگرم تا الان ازدواج نکردم به خاطر اینکه انتخاب درستی نبوده. شما مطمئنی که انتخابتون درست بوده؟ اگر غیر از این بود شما الان روبروی من ننشسته بودی. مبارک. مریم خانم، چرا اونجا واسدی؟ منتظرم عمو. منتظر کی؟ شراره. آنها اومدش، اینم شراره. کجای دختر؟ مراسم نامزدی تموم شد. از بس که این به احساد پرحرفی کرد. من چی گفتم؟ این شما بودی که این همه شرط و شروط گذاشتی. من شرط و شروط گذاشتم؟ خیلی خوب، دعوا نکنید، شوخی کردم. هنوز عروس و داماد نیومدن. لوس بیمزه. بریم دیر میشم. من یکی که پدرم در اومده. چطور؟ شراره دخترمومه. آها. 3 که ازش خواستگاری کردم، همه موافقن، پدرم، عموم، اما خودش. خودش چی؟ قبول نمی کرد، اصلا به حرفام گوش نمیداد. بالاخره هر جا می رفت دنبالش بودم، سایه به سایه. شراره حق داره که بگه زیاد صحبت میکنی. بابا خلاصش کن، برو سر اصل مطلب. تو این سفر خیلی اذیت شدم، اما بالاخره امروز تونستم موافقتشو بگیرم. شرط و شروط گذاش، قبول کردم. به عموم زنگ زدیم، قراره بریم تهران عقد کنیم. بعد جور هندوستان کشیدی. اب نداره،
ایشالا که شراره همسر خوبی برات باشه، تو هم همچنین. مطمئنه؟ خیلی خوب، چرا باستادی؟ بریم بابا، بریم دیر میشه. مهرداد، راستشو بگو، من 22 نفرم یا واقعا دوستم داری؟ اون چیزی نداره بهت بگه، پول گرفته که نقش یک عاشق پیشه رو بازی کنه. دروغ میگم؟ چی؟ آره. چرا؟ من از نسرین خواستم. خواستم یه نفر سر راهت قرار بده، مقاومت رو بسنجم. ببینم آیا میلغزی یا نه. چه راحت هم لغزیدی. من که بهت گفتم اگه مهداد و دوست داری حاضرم کمکت کنم با هم دیگه ازدواج کنین. اصلا پامو از زندگیت بکشم بیرون. افسوس که گول حرفای خامت خوردم. تو منو سکه یه پول کردی جلو دوستام. تو با آبروی من بازی کردی. دختر آخه چرا؟ صبر کن آقا شایان، لطفاً تون نرید. من بارهای بار سر راه این دختر قرار گرفتم. با عواطفش بازی کردم. آلاله تا دیروز شما رو دوست داشت. پس چرا امروز؟ امروز من خواستم واسه آخرین بار امتحانش کنم. خوشبخت باش. ممنون. خوبی؟ ممنون. ببین یه چیزی میخواستم بهت بگم، فقط بین خودم خودت بمونه. مهرداد خیلی دوستت داره، ولی به خاطر تو شایان و به خاطر اوضاع مالی خوبی که شایان داره خوشه که شکنه. بعد اینکه عاشقته داره با تنهایی خودش زجر میکشه. فقط خواستم بدونی. قربانت. شماها با من چیکار کردین؟ این بی انصافیه. من خودم کشیدم کنار. از خودم بدم اومده بود. به نسرین خانومم گفتم پولشو پس میدم. من نمیخواستم نامردی کنم. تو فقط قرار بود نقش یه آدم عاشق بازی کنی. ولی واقعا انگار گرفتار شدی. عاشق شدی؟ نسرین نباید این بازی رو ادامه میدادی. البته تو تقصیری نداری، مقصر اصلی خود من بودم. من برخلاف میل باطنیم و به خاطر قولایی که نسرین خانم داده بود این بازی رو شروع کردم، اما خیلی زود فهمیدم که شما معصومتر از این حرف هستی که بشه با تو بازی کرد. شما حیفی. فهمیدم که من نمیتونم، یعنی نباید این کارو بکنم. آره راست میگه، من عاشقت شدم، عاشقت هستم، عاشقت هم میمونم. Thank you.
الو مجید، سلام. میخواستم بگم که آلال هوای عطر شبنم دارد، میل نفس سپید مرهم دارد. هر کس به عیادت دلم آمد و رفت، جا پای تو را زخم دلم کم دارد.